سرخط مهمترین خبرها. کشته شدن 28 تن از افراد طالبان در ولایت هرات. این افراد در نتیجه درگیری میان دو گروه رقیب طالبان در ولسوالی شندند کشته شدند. تلفات افراد ملکی در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت هلمند. یونما میگوید که در نتیجه یک عملیات هوایی در ولسوالی گرمسر ولایت هلمند 23 فرد ملکی کشته شدند. و ورود اولین قطار مسافربری کره جنوبی به کره شمالی. سلام، به خبر شش از نگاه خوش آمدید. امروز جمعه 9 قوس 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 3 نوامبر سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور هزاران نمازگزار در مساجد و مصلی های کشور برگزار شد. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با اشاره به سال روز میلاد پیامبر گرامی اسلام میگویند که مسلمانان باید از دستورات پیامبر بزرگوار اسلام الهام و از اخلاق، سیاست، حکومت و دیگر خصلت های او الگو بگیرند. آنان میگویند که در شرایط حساس کنونی بالاترین منفعت برای مردم افغانستان وحدت و همدلی و بزرگترین ضرر نفاق و دعیت است. شهروندان کشور با حضور گستردهشان در مساجد و مصلی های کشور نماز عبادی سیاسی جمعه را در فضای اخوت و برادری ادا کردند. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با اشاره به سال روز میلاد پیامبر بزرگ اسلام میگویند که مسلمانان باید از دستورات پیامبر بزرگوار اسلام الهام و از اخلاق، سیاست، حکومت و دیگر خصلت‌های او الگو بگیرند. چه لازم به ما هست این است که ما از دستورات این پیغمبر الهام بگیریم، از سیره و سنت و رویش این پیغمبر الگو بگیریم. خداوند متعال این پیغمبر را برای ما الگو هم قرار داده، اسوه حسنه است این پیغمبر گرامی اسلام. بر ما و همه برادران و خواهران مسلمان من هست که از اخلاق پیغمبر، از سیاست پیغمبر، از حکمیت پیغمبر، از تمام خصلت‌های ارزشمند رسول خدا الگو بگیریم. پیغمبر چی کرد؟ همون کارها را انجام بدیم. پیغمبر مهر و محبت آورد بین مسلمان‌ها. پیغمبر صفا و یک دلی را آورد بین مسلمان ها. پیغمبر اخوت و برادری را حاکم کرد در بین مسلمان ها. پیغمبر سیاه و سفید با هم آشتی داد. پیغمبر اوس و خزرج با هم آشنا و آشتی کرد. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه همچنان بر وحدت و همدلی میان باشندگان کشور تأکید کردند. آنان میگویند که در شرایط حساس کنونی بالاترین منفعت برای مردم افغانستان وحدت و همدلی و بزرگترین ضرر نفاق و دعیت است. در شرایط فعلی بالاترین منفعت برای ملت و مردم افغانستان وحدت امت اسلامی در افغانستان است و بدترین ضرر برای این مردم اختلاف، دعیت، نفاق، جنگ، برادرکشی. همه با هم دیگر دست برادری بدهیم و وحدت و یک دلی را در بین خودمان حاکم کنیم. تفرقه را، اختلاف را، دعیت را کنار بگذاریم. به والله از تفرقه و تشتت و پراگندگی به جایی نخواهیم رسید. ما روز سرفراز خواهیم بود که به عنوان یک مشت گره کرده باشیم و همه ما یک پارچه و متحد و منسجم باشیم. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه و شهروندان کشور برای تحکیم و تقویت وحدت ملی بین مردم و تأمین صلح و ثبات در کشور نیز دعا کردند.
مراسم فاتحه خوانی شهدای ماه عقرب هدقل ولسوالی جاغوری در مسجد نبی اکرم در غرب کابل برگزار شد. در این مراسم استاد محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، نمایندگان مردم در شورای ملی، برخی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، علمای دین، فرهنگیان و جمع کثیری از شهروندان کشور اشتراک نموده و بر روح شهدا اعتاف دعا کردند. اشتراک کنندگان این مراسم برای شهدای هدقل ولسوالی جاغوری بهشت برین، برای بازماندگان آنها صبر جمیل از خداوند به متعال استدعا کردند. در نتیجه حمله طالبان بر ولسوالی جاغوری شماری از باشندگان این ولسوالی شهید و زخمی شدند. در نتیجه درگیری میان دو گروه رقیب طالبان در ولایت هرات 28 تن از افراد دو طرف کشته شدند. سخنگوی والی هرات میگوید که این درگیری بعد از ظهر روز پنج شنبه میان افراد وابسته به ملا هیبت الله و ملا رسول در ولسوالی شندند روی داده و در جریان آن 17 تن از افراد ملا هیبت الله کشته شده و 8 تن دیگرشان هم زخم برداشتند. به گفته او در این درگیری 11 تن از افراد وابسته به ملا رسول نیز کشته شده و 9 تن دیگرشان هم زخم برداشتند. یونما میگوید که در نتیجه یک عملیات هوایی در ولایت هلمند 26 فرد ملکی کشته شدند. نتایج تحقیقات ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 23 غیر نظامی در نتیجه عملیات هوایی نیمه شب چهار شنبه در ولسوالی گرمسر ولایت هلمند کشته شده و 3 فرد ملکی دیگر هم زخم برداشتند. یونما دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است که بخش اعظم این قربانیان زنان و کودکان بودند. مقام های محلی ولایت هلمند روز گذشته اعلام کردند که حدود 30 غیر نظامی در این حمله جانهایشان را از دست دادند. شاهدان عینی گفتند که بمباران هوایی خانه های مسکونی را ویران کرده و تلفات سنگینی را به غیر نظامیان وارد کرده است. در اعلامیه یونما آمده که این افراد در جریان عملیات به اشتراک نیروهای افغان و بین المللی زمانی کشته شدند که نیروهای نظامی بین المللی یک حمله هوایی را به تعقیب درگیری زمینی میان قوای امنیتی و طالبان انجام دادند. نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان گفتند که عملیات از سوی این نیروها انجام شده و راجع به گزارش‌های تلفات غیر نظامیان تحقیق می‌کنند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بحث ها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات در غزنی به نتیجه نرسیده است. به گفته معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بحث ها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی ولایت غزنی جریان دارد، اما بنبست انتخاباتی این ولایت هنوز حل نشده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که انتخابات ولسوالی جرگه در ولایت غزنی پس از بروز اختلافات در مورد حوزوی برگزار شدن انتخابات در این ولایت به تعویق افتاد. این در حالی است که اخیراً کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسوالی جرگه در ولایت غزنی به صورت همزمان در 31 ماه حمل سال آینده برگزار می‌شود. نماینده خاص آمریکا در امور ایران سلاح‌ها و تجهیزاتی را به نمایش گذاشت. به گفته او ایران به طالبان در افغانستان و گروه‌های تندرو و مسلح در شرق میانه کمک کرده است. برایان هوک در یک نشست خبری در واشنگتن با اشاره به تصاویر این سلاح‌ها و تجهیزات گفت که اردوی ملی افغانستان راکت‌های فجر را از نزد طالبان در هلمند به دست آورده و سیستم جدید هوای بی پیلوت موسوم به شهید 1، 2 و 3 نیز پس از سقوط آنها به دست نیروهای ائتلاف در افغانستان افتاده است. از سوی دیگر سفارت ایران در کابل با نشر اعلامیه اظهارات برایان هوک مبنی بر حمایت تسلیحاتی ایران از طالبان را رد کرده و گفته است که این اظهارات تلاش برای انحراف افکار عمومی و اختلال در مناسبات روبروشت دو کشور
دوست و همسایه ایران و افغانستان می باشد. سفارت ایران در کابل ضمن تکذیب ادعای آقای هوگ گفته است که اظهارات او بی اعتبار و در راستای سیاست ایران حراسی امریکا در منطقه است. شماری از باشندگان ناحیه 13 شهر کابل از خرابی برخی از سرک‌های فرعی این ناحیه شکایت دارند. آنان میگویند که برخی از سرک‌های ناحیه 13 شهر کابل هنوز هم خامه بوده و بارش و برف و باران در فصل‌های زمستان و بهار رفت و آمد را با مشکل مواجه می‌سازد. باشندگان این محلات میگویند چندین بار جهت رسیدگی به مشکل سرک‌هایشان به ناحیه مراجعه کردند، اما مسئولان در این زمینه توجه لازم را به خرج ندادند. اینجا سرک معرفت از مربوطات ناحیه 13 شهر کابل می باشد. باشندگان محل و آبرین در فصل‌های تابستان و خزان از موجودیت گرد و خاک این جاده رنج برده و در فصل‌های زمستان و بهار از جمع شدن آب برف و باران در این جاده سخت دچار مشکل می باشند. باشندگان محل می گویند که در فصل‌های زمستان و بهار بارش و باران و همچنان گل و لای ناشی از آن رفت و آمد آبرین در این سرک را با مشکل مواجه می سازد. این ملت همش دازاب است. اشتکای معرفت که مره می دمینه جای مپره پور از گل لای شد. دیگه این سیاسرا که مره می خطا می شد تمام پور از لای می شد. لای هم که نجیس است. آوی بد رفته. ما از دولت تقاضا داریم که میره اگر خواهشمندیم اگر میره سروی کنه. تابستان عزیز گرد و خاک میده کلن مریض میشه نمیه اوی جو اینار پاک نمونه شار ولی اینا کلن بوی گندگی تمام مشکلات مردم نمیده خیلی زیاده. در زمستان سعی که نمی وضعیت این سعی که یک زونه هوا سلای هست مردم بسیار در مشکلات نمیده چند دفعه اشتکا نمیده لخشیده او گار شده در مابین جوی افتیده خدا شاید اینمینجا ما خود ما دکان مثلا یک روز یک بابا اینمین در موبین جوی لوش افتید تا اینینجا به سارا خیصه نمیتونید. جاده 20 متر نیز از مربوطات ناحیه 13 شهر کابل می باشد. باشندگان این محل نیز حکومت را به خاطر نادیده گرفتن مشکلات مردم ناحیه 13 سخت مورد انتقاد قرار داده از آنان می خواهند به مشکلات این مردم توجه نمایند. آنان میگویند که مردم در طول سال از موجودیت سرک خامه و ناهموار رنج برده زندگی مشقتباری را پشت سر میگذرانند. باشندگان محل میگویند چندین بار به ناحیه 13 مراجعه کردند، اما وعده های آنان تا هنوز عملی نشده است. و حال از این بدتر هنوز که تازه کم بارش کرده یه نیم وضعیته حالی کسته اون تایرای موتر در بین گل گره در بار کسی که بخی موتر گم میشه اینجا اون در پایین ترش موتر گم میشه. کاروالی اگر چند در این اون قسطبیز وجود داره در این مملکت که بلده از اینجا کس کار نمنه چی خواست کنی چی نکنی بفایده، ولی خواست از ما کاروالی است. اگر واقعا اگر یک شهر مسلمانی باید همین مردم را از این حالت نجات داده بود که ما در بودجه نصف سالی که اینمی سال تیر شد ما در بودجه نصف سال اگر بودجه از دیگه پروژه ها باقی مانده باز ما این می کار شما را راه اندازی می‌نیم، کار شما را جور می‌نیم. اگر نشد گفت خیر ما در زمستان فقط یه یک آوارکاری می‌نیم، جغل اندازی می‌نیم، بالاخره کمی مشکل شما را از همین زمستان برطرف می‌نیم. متاسفانه که تا روز هیچ اقدامی صورت نگرفته. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که خامه بودن برخی از سرک‌های فرعی ناحیه 13 از یک سو و کم عرض بودن آنها از سوی دیگر باشندگان این مناطق را در فصل‌های بهار و زمستان با مشکلات زیادی مواجه می‌سازد. کار دو پروژه برق خورشیدی در ولایت قندهار 90% تکمیل شده است. مسئولان شرکت برشنا در ولایت قندهار با بیان این مطلب میگویند که کار پروژه های 10 مگاوات برق برای پارک های صنعتی و 30 مگاوات برق شهری برای باشندگان قندهار 90% تکمیل شده است. آنان میگویند که برق بند کجکی نیازمندی مردم قندهار را مرفوع کرده نمیتوانند و به همین دلیل نیاز است تا برق بیشتر تولید شود.
ولایت قندهار نیز همانند ولایت دیگر سالهاست که با کمبود برق دست و پنجه نرم میکنند و به همین خاطر شمار زیاد از فابریکه ها در این ولایت مسدود شده اند. رئیس ولایتی شرکت برشنا در ولایت قندهار میگوید که کار دو پروژه تولید برق خورشیدی در این ولایت به سرعت جریان دارد و 90% کار آن تکمیل شده است. این پروژه ها با هزینه 57 میلیون دلار ساخته می شود که از سوی ایالات متحده آمریکا پرداخت می گردد. در پلانچه دو تقریبا را بیدار از کار کنیسته دیگه دوی همون اولیش خراب اجناس روی یا توکی روی در اگه چه بعد بودی مشتا ایدار از کال بعد در افغانستان برشنا شرکت یا در افغانستان استان جمهور دولت در باید اکیا بیسه در پلانچه دو تکمیل او دستی لکه نویچ نصب سیوی دیست پر یه والی مشتا ایتستمی کارن آدم در آخر. در همین حال رئیس شورای ولایتی قندهار میگوید که از این پروژه ها به صورت منظم نظارت دارند. با گفته او کار این دو پروژه به صورت منظم جریان دارد و در مدت کوتاه کار آنها تکمیل خواهد شد. رئیس شورای ولایت قندهار افزود که با تکمیل شدن این پروژه ها 10 مگاوات برق برای پارک صنعتی و 30 مگاوات برق شهری برای باشندگان این ولایت تولید خواهد شد. مردم ډیر مننه کوو پر ودانۍ ورته وایو چې دا دوی د مخه دا قاجې هم دلته را رسولی دي هم میدان ته رسولی دي او لین یې لږ پاتې و دی چې لین ته را رسولی دي او هغه هم د میدان ته نیمې لاره چېر کړی دي نو له نن را پر اچولی دي دوی یې خپل کار ورته اماده کړی دي هغه بل بیا پر هغه مرکز باندې کار شروع وي چې د هغه برق تولید دا و هغه سره یوځای کېږي نو دوی هم کور ودانۍ وایو د برېښنا د ریاست څخه دی وای دا مرسته دا مسولین زما سره وکړه چې خبره راځه دی په مر باندې په دوه مو درې مو درې باندې راځي دی او مستقر اردوونه معلومات کوي. مسئولان محلی ولایت قندهار میگویند که به دلیل پایین رفتن سطح آب بند کجکی باشندگان ولایت قندهار با کمبود برق مواجه بودند، اما با تکمیل پروژه های برق خورشیدی برق منظم در اختیار شهروندان قندهار قرار خواهد گرفت. نمایشگاه عکاسی تحت عنوان از طلوع تا غروب در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 30 قطعه عکس زنان با روایت های مختلف بر نمایش گذاشته شده و در این تصاویر زندگی یک روز کاری زنان افغان را که بیرون از خانه مصروف کار هستند به تصویر کشیده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه پایان بخشیدن به تبعیض جنسیتی و بروز استعدادهای درونی زنان افغان عنوان شده است. در این حال بازدید کنندگان راه اندازی این گونه نمایشگاه ها را برای ظرفیت سازی زنان مهم دانسته می گویند که این برنامه ها برای زنانی که در حاشیه قرار دارند انگیزه فعالیت خواهد داد. از طلوع تا غروب عنوان نمایشگاهی است که امروز جمعه در کابل برگزار شده است. تصاویری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده زندگی کاری یک روزه زنان افغان را که بیرون از خانه مصروف کار هستند به تصویر کشیده است. مسئولان این نمایشگاه میگویند که در این نمایشگاه بیشتر از 30 قطعه عکس های زنان با روایت های مختلف به نمایش گذاشته شد که هدف آنان پایان دادن به تبعیض جنسیتی و بروز استعدادهای پنهان زنان افغان می باشد. 30 عدد عکس ما به نمایش گذاشتیم و این عکس ها خانم هایی هستند که در جاهای مختلف کار میکنند، مصروف کار و وظیفه هستند و هدف برنامه ای است که ما میخواهیم به تبعیض جنسیتی در افغانستان خاتمه ببخشیم. آریا شرلای دختری است که 25 سال سن دارد و مدت 6 ماه می شود به عنوان عکاس در یکی از سازمان ها کار می کند و امروز عکس وی در این نمایشگاه نیز به نمایش گذاشته شده است. عکس‌های زیادی دارم از فضای باز و از داخل استودیو عکس‌های زیادی دارم که تا هنوز هیچ کدامشون بر نمایش گذاشته نشده، بخیر به زودی بر نمایش گذاشته میشوه. در همین حال بازدید کنندگان راه اندازی این گونه نمایشگاه ها را برای ظرفیت سازی زنان مهم دانسته میگویند که این برنامه ها برای زنانی که در حاشیه قرار دارند انگیزه فعالیت خواهد داد. این کارهایی که ما میکنیم مطمئنا انگیزه میتبره دختر خانمایی که در کنج خانه نشستن و هیچ تلاش نمیکنن. ما ادوار است می برنامه‌هایی باشه که اونها انگیزه بگیرن و تلاش بکنن. برای من بسیار جای خوشی است که امروز این جدی مجلس خودم میبینم، بسیار جای خوشی است.
این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که شمار زیادی از زنان شاغل در ادارات دولتی و غیر دولتی همواره از تبعیض جنسیتی در محیط کارشان شکایت دارند. گزارش وضعیت آب و هوا. این هم چند خبر از خارج کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار برنامه‌ریزی شده اش را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید که به خاطر تنش بر سر اوکراین در نشست گروه 20 با پوتین همتای روسیه‌اش دیدار و گفتگو نمی‌کند. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا یک ساعت پس از آن در صفحه تویتر به نشر رسید که رئیس جمهور آمریکا با خبرنگاران گفت احتمالاً این دیدار از پیش تعیین شده انجام خواهد شد. او در تویترش نوشته است بر اساس این حقیقت که کشتی‌ها و عملی اوکراین از روسیه به اوکراین بازگردانده نشده اند، تصمیم گرفته که به نفع همه طرف‌ها دیدار از پیش تعیین شده با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را در آرژانتین لغو کند. آقای ترامپ در ادامه نوشته است که چشم انتظار آن است که یک نشست معنی‌دار در اولین فرصت پس از حل و فصل اوکراین برگزار شود. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را ستایش کرده و گفته است که رهبران بزرگ این گونه عمل می کنند. قرارداد 15 میلیارد دلاری موشک‌های تاد بین آمریکا و عربستان سعودی نهایی شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که قرارداد فروش 15 میلیارد دلاری سامانه‌های موشکی تاد به عربستان سعودی نهایی شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته آخرین مدارک رسمی مربوط به تقاضا و پذیرش این قرارداد بین مقام‌های دو کشور امضا شده است. بر اساس گزارش‌ها این قرارداد شامل 44 سامانه ضد موشکی تاد و تجهیزات مرتبط با آنها است. با این حال قرارداد فروش سامانه‌های تاد به عربستان سعودی پیش از این در سال 2017 مجوز لازم را از کنگره آمریکا دریافت کرده بود. نخستین قطار مسافربری کره جنوبی وارد کره شمالی شده و وزیر خارجه کره شمالی برای آشنایی با نحوه توسعه اقتصادی ویتنام به آن کشور سفر کرده است. این قطار مسافربری کره جنوبی حامل تعدادی از مقامات، مهندسان و کارشناسان خط آهن این کشور با عبور از مرز دو کره وارد کره شمالی شدند. ورود این قطار بخشی از توافق‌های به دست آمده بین رهبران دو کره برای بهبود روابط و ارتقای سطح همکاری دو جانبه است. هدف از سفر سرنشینان این قطار بررسی امکانات تدارکاتی و فنی، برقراری ارتباط مرتبط ریلی بین دو کشور، رفت و آمد قطار بین آنها گفته شده است. تصاویر منتشر شده از این رویداد قطار را به رنگ آبی به نشانه صلح نشان می‌دهد. وزیر ترانسپورت کره جنوبی گفته است که حرکت این قطار علامت آغاز افزایش رفاه در هر دو کره از طریق ارتباط مجدد خط آهن بین دو کشور است. این قطار با حرکت در شماری از مسیرهای خط آهن کره شمالی به بررسی امکانات رفت و آمد بین دو کره و حرکت آنها در داخل خاک دو کشور می‌پردازد. خبرگزاری روسیه به نقل از مقام‌های سوری از انهدام یک جنگنده اسرائیلی و 4 موشک این کشور به وسیله ارتش سوریه خبر داده است. بر اساس این گزارش موشک‌های اسرائیلی قبل از اصابت به اهداف خود در شهر کسوه در جنوب دمشق
هدف موشک هوایی سوریه قرار گرفتند. ارتش اسرائیل با رد خبر انهدام جنگنده خود اعلام کرد پرتاب یک موشک ضد هوایی سوریه به سمت بلنده های جولان را رصد کرده و سربازانش در حال بررسی منطقه برای یافتن محل فرود آمدن احتمالی آن هستند. تأسیسات ارتباطی و لوجستیک نیروهای حزب الله لبنان که در جنگ داخلی سوریه از دولت این کشور پشتیبانی میکند در این شهر قرار دارند. مخالفان دولت سوریه میگویند نزدیکی شهر کسوه با بلنده های جولان آنها را به محل مناسب برای فعالیت نیروهای نظامیان حزب الله تبدیل کرده است. مایکل کوهن وکیل سابق دونالد ترامپ پذیرفت که در جریان تحقیق بر سر مداخله روسیه در انتخابات آمریکا در سال گذشته به مقامات کنگره آمریکا دروغ گفته است. آقای کوهن که در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شده بود تایید کرد که نمایندگان کنگره را در باره مقیاس و وضعیت پروژه سرک ساخت و ساز ترامپ در روسیه گمراه کرده و ابعاد طرح را کمرنگتر از آن چه بود جلوه داده است. طرح ساخت برج تجاری بزرگ در مسکو توسط شرکت ساختمانی ترامپ هیچگاه عملی نشد. با این حال در جریان پرونده اعمال نفوذ روسیه در انتخابات آمریکا بازرسان قضایی ایالات متحده بر آن متمرکز شدند. دونالد ترامپ تعقیب هر گونه نفع تجاری در روسیه را رد کرده است. دادستانان آمریکایی سرگرم تحقیق درباره ابعاد ارتباط احتمالی ستاد انتخابات دونالد ترامپ با روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایالات متحده هستند. اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا برای قراردادها به ارزش 2.5 میلیارد دلار 9 شرکت را انتخاب کرده است. این اداره تحقیقات فضایی آمریکا روز گذشته برنامه‌ای را اعلام کرد که بر اساس آن می‌خواهند فضانوردان را به مهتاب بفرستند. از دهه 60 میلادی از مأموریت اپولو به این سو این نخستین بار خواهد بود که باز هم اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا تحقیق کنندگان را به فضا اعزام می‌کند. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.